مشتی، زندان چه جور جاییه؟ جای خوبی نیست پسر. چند سال اون تو بودی؟ 10. سخت گذشت؟ نه. مگه نگفتی زندون جای خوبی نیست؟ تو گفتی زندان، نه یه چهار دیواری که در پنجرش میله داره. مگه فرقی هم میکنه؟ بله، خیلی هستن اون ور میله ها، اون فکر میکنن که آزادن، اما یه عده‌ای هستن که پشت اون میله ها علی آزادن. تو این مدت چجوری گذروندی؟ سلولمون پنجره داشت، از پشت اون پنجره نوک برگای درخت ها رو میدیدم. خیریه تو این دنیا دنبال خیلی چیزا میگردم، اما پیداش نمی کنم. من طبیعت رو پیدا کردم، بس سعی کردم خوب گوش بدم، به صداها گوش دادم، به صدای بارون، به صدای باد، به صدای پرنده ها. اینطوری روزم گذشت. دکتر اجازه داره راه بری؟ آره امروز پیشش بودم. خب بهتره مقدار راه بری، عضلاتت شل نشه. وقتی تماس گرفتی گفتی با من کار داری نگران شدم. اتفاقی افتاده؟ این چیه؟ همون چک 20 میلیونیه که برای ستاره کشیدم. دوباره بهش بده. دوباره تماس گرفته؟ نه، خودت گفتی حالا مادرش وخیمه، وضع مالیشون خوب نیست. آره خودم پرونده‌ش رو دیدم، با دکتر عزوی هم حرف زدم، اوضاعش خیلی خطرناکه، باید حتما عمل بشه. اون دختر به خاطر خرج عمل مادرش ممکنه دست به هر کاری بزنه. خودت هم اگه بودی ممکن بود همچین کاری بکنی. یه زحمتی بکشین چکو بهشون برسون. خوشحالم که این تصمیم رو گرفتی. ای کاش میتونستم مطمئن شم ستاره از این پول فقط برای خرج عمل مادرش استفاده بکنه. نگران نباش، من مراقبم. اینجا چه خبره؟ برو مادرت رو آماده کن، آمبولانس دم دره. من دم در منتظرم، زود باش. چیه؟ این استعفای منه. استعفا؟ استعفا برای چی؟ تو که تو مسائل کلاهبرداری و سندسازی طرفدار قانون و پلیس بودی، حواس نگران باشی. مسئله اون نیست. مسئله چیه؟ دو تا سر دازدم دلخور شدی؟ یه سری کار هست که باید برم دنبال اونم. خب عزیزم مرخصی بگیر. های فضلی، خواهش میکنم، دلیل این اصرار شما رو متوجه نمیشم. شما عضو شاخص هیئت مدیره ای؟ این شرکت هم به دست توانای تو میگرده. پس بعد از این قضیه خوشحال باشین که من استعفا میدم، چون نتونستم به وظایفم خوب عمل کنم و شرکت رو اونجوری که درسته بچرخونم. جای دیگه خواستنت؟ من باید برم خودم معرفی بکنم. بچهای دیگه پول بیشتری بهت دادن و پرید رو بوم اونا. آره اگه اینجوری راحتین اینجوری فکر کنید. فعلا خداحافظ. جناب مهندس، جناب مهندس. بفرمایید. جناب سرا، یه بند خدایی اومده به یه تصادفی که منجر به فوت شده اقرار. بفرمایید. حالش چطوره؟ عملش هنوز تموم نشده ولی همه چیز رو به راه. کی تموم میشه؟ عملش سخته، یکم طول میکشه، ولی نگران نباش، میام بهت سر میزنم.
نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. من کاری نکردم، تصمیم فرامرز بود. من به اون خیلی بد کردم. سعی کن از این به بعد این کارو با کسی نکنی. اینم بدون همیشه اینجوری به خوبی تموم نمیشه. سعی کن تو زندگیت همیشه راه درست انتخاب کنی. ماهرخ، فرامرز هیچ وقت با من رابطه جدی نداشت. من بودم که از فراموشیش سوء استفاده کردم. خواستم اینو بدونی. اظهارات شما رو یادداشت کردم. از تصادف شما هم یه استعلام میگیریم تا پرونده‌تون تکمیل بشه. پس منو نمیبریم بازداشتگاه؟ نیازی به بازداشتگاه نیست. ما پرونده‌تون رو در اسرع وقت تشکیل میدیم و به همراه شاکی میفرستیمتون دادسرا. اونجا تفهیم اتهام میشید و قرار دادگاه براتون صادر میشه. شاکی؟ گفته بودیم با من کار داریم. منتظر بودم به چیزی بگین. همون روزای اول سرخاک. میخواستم ببینم امیرعلی با کی رفاقت کرده. میخواستم ببینم حالا که امیرعلی رفته شما دوباره همه چی رو پنهون میکنید و سعی میکنید فراموش کنید یا نه. من خودم معرفی کردم. برای چی؟ چون امیرعلی اینطور میخواست. میخواست قاتل زنش رو پیدا کنه بندازه زندان. به زنش قول داده بود. متاسفانه این تنها کاریه که میتونم براش انجام بدم. خب به خانواده مریم خانم خبر بدین. باید از من شکایت کنن. باشه، باشون حرف میزنم و خبرتون میکنم. ممنون. من دیگه باید برم. فقط میخواستم بدونم اگه من نمی اومدم تا کی ساکت میموندین؟ میدونستم میایید. به رفاقتتون ایمان داشتم. منتظر تماستون هستم. خدا نگهدار. از مادر ستاره چه خبر؟ عملش خوب تموم شد. آوردنش تو بخش. دکتر عزبی کاملا راضی بودن. خب خدا رو شکر. خوشحالم. منم خیلی خوشحالم که اینقدر عوض شد. بریم یه جایی بشینیم، بعد یکم با حرف بزنم. درباره امیرعلیه؟ من بیشتر احساس بی دست و پایی میکنم. قبل اینکه حرف بزنم میدونی چی میخوام بگم. میخوای چیکار کنی؟ باهانی حرف زدم، خودم معرفی کردم. یعنی میخوای بری زندان؟ چاره ای ندارم. خب زندان رفتن تو که چیزی رو به حالت اولش بر نمیگرد. متاسفانه همینطوره. خب پس برای چی میخوای این کارو بکنی؟ امیرعلی اینطور میخواست. تو چیکار کردی؟ رفتم خودم معرفی کردم. خیلی سعی کردم مثل آدم عادی باشم، برو خودم نیارم فراموش کنم، ولی نشد. آرزوی امیرعلی باید برآورده شه. پس آرزوهای تو چی؟ ماهرخ منتظرت میمونه؟ نه مادر، به خاطر همینم بعد از اینکه از بیمارستان اومدم بیرون پیشنهاد دوباره عقدو بهش ندادم. قربونت برم، اشکاتو پاک کن مادر جان. بذار فکر کنم تو هم پشت پناه همی. خدا پشت پناهت باشه. کی میری دادسرا؟ پدر و مادر مریم خانم باید بیان. هانیه خانم قراره باشون صحبت بکنم. یادته بهت میگفتم زندگی مثل بازی شطرنجه؟ بله، گفتین خدا دوست داره آدم بهترین بازیشو بکنه. فکر میکنی
کاری که داری میکنی بهترین بازیه که میتونستی. میدونم اون پسری که دوست داشتید نشدم، خیلی اذیتتون کردم، ولی تمام سعیمو کردم که جبران کنم. میدونید خیلی دوست داشتم که باعث افتخارتون میشدم. من به تو افتخار میکنم. فرامرز ازم خواسته به پدر مادر مریم حقیقت رو بگم. کاش میدونستم اگه اون تصادف لعنتی اتفاق نیفتاده بود تو چی کار میکردی؟ میترسم امیرعلی، میترسم به جای تو تصمیم اشتباه بگیرم. کمکم کن. بفرمایید. بفرمایید خانم. بفرمایید. پدر مادر مریم خانم هستن محبوب. بفرمایید. اومدیم برامون بگید چجوری دخترمون کشته شده. یعنی شما میگید دختر من مرده چون خیابون تاریک بوده و یهو پریده جلو ماشین پسر شما؟ بله، یه تصادف بوده. فرامرز حتی سرعت هم نداشته. همین؟ یه تصادف؟ حالا فکر میکنین چه کار کنیم؟ هانی خانم گفتن شما سرهنگ ارتش بودید، حتما سالهای جنگ جوانای زیادی جلو چشمتون پرپر شدن. اگه قاتلشونو گیر میآوردید باهاش چه کار میکردید؟ ما با اسرا بد رفتاری نمیکردیم، ولی آزادشون رو نمیذاشتید. اونا دشمن بودن. زندگی و آینده پسر من دست شماست. زندگی و آینده دختر شما دست پسر من نبود. اون اتفاق فقط یه تصادف بود. همین. بریم آقا. بریم. خواهش میکنم از شکایتتون صرف نظر کنید. خواهش میکنم اونو ببخشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خواهش میکنم. فرامرز نباید این کارو میکرد. الو. سلام فرامرز.
سلام ماهرخ. چی شد؟ تونستن رضایتشون رو بگیرن؟ من دنبال رضایت اونا نیستم. به هر حال اونا هم حق دارن دنبال مجازات قاتل دخترشون باشن. یعنی؟ فردا میرم دادسرام. تنها نگرانیم تو و محسایین. من و محسا میریم خونه پدر مادرم شهرستان. وقتی تو نباشی برای من و محسا اونجا بهتر. ماهرخ ببخش که زندگی تو به هم ریختم. امیدوارم به آرامشی که میخوای برسی. منم امیدوارم. شب بخیر. شب بخیر. سلام. بریم. ما جایی نمیریم. چرا؟ نمیفهمم. پدر و مادر مریم از شکایتشون صرف نظر کردن. برای چی؟ اونا گفتن به حرمت پدرتون که سالها برای این آب و خاک جنگیده شما رو بخشیدن. ببینید اگه اون از من شکایت نکنن، اگه من نیفتم زندان، اون وقت امیرعلی. چرا فکر میکنین این کارتون امیرعلی خوشحال میکنه؟ خاطر این که آخرین چیزی که ازش تو خاطرم مونده چشمایی که داشت با نفرت منو نگاه میکرد، قاتل زنشو. موقعی که امیرعلی تو بیمارستان به هوش اومد، اولین کلمه که به زبون آورده اسم شما بوده. آخرین چیزی هم که گفت راجب شما بود. من گفتم آقا فرامرز حالش خوبه، گفت خوشحالم و رفت. امیرعلی میخواست مطمئن بشه که من زندم، چون میخواست من رو پشت میله های زندان ببینه. چطور دلتون میاد راجب امیرعلی اینجوری فکر کنی؟ چون حق داشت. اگه میخواست من رو مجازات کنه، اگه میخواست من رو به سزای کاری که کردم برسونه، حق داشت. اگه منم بودم هم چه فکری میکردم؟ شما رو نمیدونم، اما امیرعلی مهربون ترین و باگذشت ترین آدمیه که من تا حالا دیدم. وقتی یه مجرم رو دستگیر میکرد، دلش واسه خانواده اون میسوخت. هیچ کس اینو نمیدونه، اما حالا که رفته من میگم. اون یه پسر رو از 15 سالگی حمایت مالی میکرد. پدر این پسر یه خلافکار بود که امیرعلی دستگیرش کرده بود. منم خلافکارم، فقط نمیدونم چرا کسی منو مجازات نمیکنه. من بخشش نخواستم، نخواستم کسی منو ببخشه. بده من. حرمت شما منو بخشیدن، نبخشید. من لیاقت حرمت شما رو نداشتم. خدا رو شکر. مادر جون برای چه هم آوردم؟ میر ندارم. ظهرم چیزی نخوردی؟ مریض میشی یا؟ مهم نیه. مهمه مادر. چرا انقدر خودت آزار میدی؟ من خیلی به امیرعلی بد کردم. اگه یکم زودتر بهش گفته بودم امیرعلی الان زنده بود. بعد آخرین آرزوشو برآورده میکردم. خیلی دوست داشت قاتل زنشو پشت میله‌های زندان ببینه. خیلی. یکم آروم باش مادر. نمیتونم مادر، نمیتونم. ببخشید.
داری با خودت چی کار میکنی؟ هیچی، چه کاری از دستم برمیاد؟ میدونم خودتو تو مرگ امیرعلی مقصر میدونی، ولی منم بی تقصیر نیستم. اگه اون روز که رفتم خونه ستاره به درد و دلاش گوش کرده بودم، وقتی فهمیدم به اون پول برای درمان مادرش نیاز داره، حرفشو باور میکردم چکو ازش نمیگرفتم، شاید اون مجبور نمیشد برای نجات مادرش امیرعلی رو تو دام بندازه. هر حرکت ما هر چقدرم کوچیک باشه تأثیرش رو تو دنیا میذاره، مثل بال زدن پروانه که ممکنه اون سر دنیای طوفان را بندازه. حالا تو طوفان کارهای خودم گیر کردم. شوق و خزان گرشن خوش نایی. این درخت ناراحت میشه وقتی که تو فقط میای زیرش میشینی و قصه میخوری. قصه خوردن زیادی دوایش دردی نیست. تو خودت با قصه ها چی کار میکنی؟ من با قصه هام زندگی میکنم، نمیذارم اذیتم کنم. وقتی که صبح زود از خواب بیدار میشم واسه نماز، دو تا قطره اشک میریزم و تموم. به خودم میگم واسه چی واسه اون چیزی که نداری میخوری؟ ببین چیا داری، چیا میتونی داشته باشی. سرم پر از فکرهای بده. خیلی دوست داشتم برای یه لحظه‌ام که شده سرمو بردارم جاش یه درخت سبز بذارم، بعد زیر سایه اون درخت بشینم یه لحظه استراحت بکنم، ولی نمیشه. سایه گناهانم کل زندگیمو پوشونده. میدونی که این سایه ها از همیشه درازتر میشن؟ اون وقتی که نور خورشید از همیشه کمتره، ولی وقتی که خورشید وسط آسمونه و تو خودتی و خودت، به سایه ها میرن دیگه. جای بزر کجای امیرعلی؟ اگه به زنت قول نداده بودی قاتلشو دستگیر کنی و بندازی زندان؟ من اینجا هم. بیا و خلاصم کن. تو تمام سالهایی که با هم قهر بودیم همیشه انتظار داشتم اینجا ببینمت. خستم امیرعلی، نمیدونم چی کار باید بکنم. اگه اینجا بودی الان من انداخته بودی زندون و تمام. خیلی مطمئن حرف میزنی. از کجا میدونی اگه افتاده بودی زندان از بار گناهت کمتر میشد؟ نمیدونم چی کار باید بکنم دیگه، نمیدونم چی کار باید بکنم که از زیر اون نگاه پر از نفرتت که آخرین لحظه به من کردی خلاص شم که همش جلوی چشمه. نمیدونم چی کار کنم که ازم راضی باشی. که راز پنهان خواهد شد آشکارا.
ده روز مهر گردون افسان است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یاران. میبینی همش نیکی و بخششه. چی کار باید بکنم؟ مریم عاشق زندگی بود، به جای اون زندگی کن، درست زندگی کن، سعی کن آدم خوبی باشی و به بقیه کمک کنی. وقتی به کسی کمک میکنی من خوشحال میکنی. مریم عاشق بارون بود، به جای اون برو زیر بارون، قدم بزن، راه برو. به جای بچه که جفتمون آرزوشو داشتیم دخترتو خوب تربیت کن. فراموش نکن تو تنها کسی هستی که میتونی خوشحالم کنی. نفرت و خشم و کینه دلتو سیاه میکنه. قول بده مواظب دلت باشی. قول میده. ماه من تو شبای تا چشماتو روی هم بزن.